الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. قال الله الحكيم في كتاب الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر. صدق الله العظيم. بس و موضوع امروزی که با شما خواهران و برادران رزی داریم در ایام 10 روز ذیحجه و این که نزدیک بودن در عرفات برای حاجی الزامی است. هرگاه کسی این روز را در عرفات حاضر نشود، باید حج خود یا رفتن به سفر حج را دوباره تکرار کند. و کسانی که در سفر حج نیستند، روز عرفه یکی از روزهای بسیار با عظمتی است که انشالله روزه بگیرند و خیر و برکت این روزهای دهگانه را با خود داشته باشند. در تقویم اسلامی 10 روز ذیحجه یا 10 روزی که به نام ذیحجه ابتدای ماه ذیحجه ذکر شده که قرآن کریم آن را در سوره والفجر و لیال عشر ذکر کرده است، که اکثر مفسرین و محدثین همین نظر را دارند که مراد از لیال عشر همون 10 روز و شب ذیحجه است. که البته در قرآن کریم وقتی که یک موضوع بیان میکنه و پروردگار به او قسم یاد میکنه، این نشانه عظمت و بزرگی و بالایی و ارزشی است که آن روز و آن زمان می داشته باشه. و الفجر و لیال عشر، قسم به فجر و به صبحدم و قسم به 10 شبی که در اول ماه ذیحجه است. البته آیات دیگری هم قرآن کریم در سوره حج آیه 28 است که ویذکر اسم الله فی ایام معلومات، خداوند را ذکر کنید، نام خدا را یاد کنید در روزهای معلوم. و این میرسانه که ذکر این روزهای معلوم همان 10 روز اول ذیحجه است که بیشتر تأکید شده و مفسرین و محدثین بر این بیان هستند که در این روزها بیشتر به استغفار، به توبه، به انجام کارهای خوب و عمل نیک مسلمان ها بپردازند. قبل از اینکه این بحث ذیحجه را، قبل از اینکه بحث عید قربان را بیشتر تکمیل بسازیم، اشاره داریم به چند موضوعی که در این اواخر یا به نوعی به کشور ما ارتباط داره. مسئله 18 آگست یا 28 اسد 1919 یا 1919 که استقلال افغانستان بود در زمان حکومت امان الله خان، و این که قهرمانی ها و رشادت هایی که مردم مؤمن و مسلمان افغانستان در جنگ سوم افغان و انگلیس که در او تلفات بسیار بزرگی به نیروهای اشغالگر انگلیس داده شد و بیش از 3-4 هزار ارتش انگلیس در افغانستان به قتل رسید و کشته شد، و آنها مجبور شدند که استقلال افغانستان را به رسمیت بشناسند. و در واقع افغانستان یگانه کشور در منطقه بود که استقلال خود به دست آورد، و این بر اساس رشادت ها و قهرمانی ها و خون هایی بود که مردم افغانستان برای آزادی و استقلال خود دادند. و این که در آن زمان امیر وقت امیر امان الله خان بود، طبعا یک ابتکار بسیار بزرگی بود که امان الله خان در آن زمان کرد و اعلان استقلال نمود، و این خودش یکی از مسائلی است که به نوعی در آن زمان یک سرمشق و یک نمونه شد به کشورهای همسایه مثل پاکستان، هندوستان، بنگلادش یا کشورهایی که در منطقه هنوز از زیر یوغ انگلیس نجات نیافته بودند. اینها هم به نوعی این را سرمشق قرار دادن و به استقلال دست یافتند، که البته اونها به مراتب، یعنی تقریبا گفته میتوانیم نیم قرن بعد به استقلال یافتند، 1948 یا 49 مثلا، در حالی که افغانستان تقریبا 1 قرن است که آزادی خود به دست آورد و این استقلال و این آزادی نشانه همو عظمت و بزرگی این ملت را میرسانه.
و نتیجه و ثمره قهرمانی ها و رشادت های مجاهدینی بود که در سنگر بر علیه عسکر اشغالگر انگلیس در 3-4 مرحله جنگ که آخرین جنگ جنگ سوم افغان و انگلیس بود که باعث پیروزی و موفقیت بزرگ مجاهدین در سنگرها شد و این استقلال نتیجه و ثمره این رشادت ها بود. اینکه کشور ما در چندین دهه اخیر بعد از استقلال از انگلیس ها مورد تهاجم روس ها در دهه 70 و 80 قرار گرفت و 15-16 سال تنها روس ها در افغانستان به جنایت و ظلم پرداختند و شوروی سابق جنایت ها کرد و بیش از 1.5 میلیون انسان کشته و شهید شدند و قبل از او حکومت های جابر و ظالم خلق و پرچم این زمینه هجوم روس ها را به افغانستان مساعد ساختند و رشادت ها و فداکاری های مردم ما را همه با بیاد میاریم و همه میدانیم که این خون ها بود که استقلال دوباره یا در واقع نجات از زیر یوغ ارتش سرخ را هم در قرن 20 و 21 برای مردم مسلمان افغانستان برمقان آورد. اینکه در پایان این جنگ ها و اینکه چگونه ما متاسفانه ثمره این جنگ ها را نتوانستیم صحیح به دست بیاریم، این برمیگرده به سران افرادی که یا گروه های جهادی که این جهاد را در دهه 70 و 80 پیش بردن، ولی متاسفانه در اخیر باعث شد که مسئله هجوم ناتو یا کشورهای غربی به افغانستان صورت بگیره و بنابی تا حال هم استقلال ما بنابی در تزلزل است و آزادی کشور ما بنابی به گراو کشورهای غربی است که هم پول عسکر را میدهند، هم در آنجا نیرو دارند و هم هر روز هر تصمیمی که بخواهم بگیرن و حتی برای تعیین و نصب کردن حاکمان و مسئولین دولت از این طرف آبها، یعنی از واشنگتن و از برلین و از لندن تصمیم گیری میشه که چی افراد باید در رأس قدرت باشن و چی افراد باید در حکومت نصب بشن و این خودش میرسانه که ما به نوعی در یک قرن اخیر زمان مورد تهاجم انگلیس ها بودیم، زمانی هم مورد تهاجم شوروی ها قرار گرفتیم و در زمان فعلی هم به نوعی مورد تهاجم کشورهای غربی قرار داریم. و اینکه اینها چی مسیج و پیامی را به اونجا میبرن شما همه شاهد هستین که جز هر روز خون و هر روز کشتار و هر روز بدبختی و هر روز انتحار ما متاسفانه نتیجه زیادی به دست نیامده است. شاید 4 تا بیلدینگ و 4 تا سرک درست شده باشه و به نوعی یک کشوری دارای یک تشکیلات اداری شده باشه، اما این خونه ها و این گروه های ظالم و جابر مثل طالب و مثل داعش و مثل گروه های که در افغانستان هر روز خون می ریزن و هر روز مردم را به خاک خون می کشن، بنابراین اینا هم متاسفانه هنوز هم پایه های آنها در آنجا بیشتر مستحکم شده و مردم افغانستان هنوز هم رنج بودن اینها را می کشن. همین دیروز واقعی جانگوداز و واقعی بسیار تراژدیه انتحار یا کشتار مسجد امام زمان در کابل و همچنین در ماه قبل مسجد جوادیه در هرات و مسجد جامع هرات و ده ها جای دیگه، فرقه بلخ و ده ها جای دیگه که شما میبینین، اینها نتیجه وجود همه گروپ هاییست که به نوعی از کشورهای بیرون تامین میشه. حالا در این کار اگر همسایه ها دست دارن یا غربی ها دست دارن یا عرب ها دست دارن، هر کس که دست داره ظالمان مردم افغانستان را به خاک خون میکشانه و متاسفانه با ای که ما یک کشور آزادی خواه و مردم آزادی دوست و مردم همیشه خون دادیم، اما متاسفانه وقتی که ثمره این خونها را میخواهیم به دست بیاوریم یا تعداد آن را با خون یا با کشتار و انتحار متاسفانه تقدیم ملت ما میکنند یا افراد در رقاصه‌گیری و در برگزاری کنسرت ها و صحنه های لجن شرابخوری ها و رقص و دانس های مختلط زن ها و مرد ها که متاسفانه یک تعداد اینها را هم همین کشورهای غربی حمایه می کنند تا کنسرت های عجیب و غریبی
با پولهای میلیون دلاری برگزار بشه و گویا بر این تراژدی خونه های مردم اینها پایکوبی کنن و رقص برپا کنن، در حالی که مردم خون میده، مردم کشته میده، مردم هر روز شکار انتحاری ها میشه، به جای اینکه به تأمین این ملت و به تأمین حیات این مردم که خون دادن و شهید دادن و ده هاست، یعنی در واقع بنوی یک قرن است که این ملت در خاک خون میتپه، از زمان هجوم انگلیس ها گرفته تا زمان هجوم شوروی ها و تا زمان آمدن لشکر ناتو هنوز مردم خون میدن و هنوز هم آرامش و آسایشی در کشور نیست، به جای اینکه به تأمین امنیت بپردازن برای برگزاری کنسرت ها و مناسبت های خلاف شرع و خلاف دین و خلاف اخلاقیات مردم. مردم افغانستان مردم مؤمنی هستند، مردمی هستند که سر به سجده میگذارند، مردمی هستند که به خاطر خدا جهاد کردند، چی جهاد دوران انگلیس، چی جهاد دوران شوروی ها، چی جهادی که به نوعی امروز در مقابل طالب و داعش میکنند، اینها خون میدهند، مردم خون میدن، واقعا خون میدن، جوانای ما هر روز به خاک خون کشانده میشن. اما این نتیجهش یا به اصطلاح ثمره این نیست که تعداد دیگران بر گرده مردم حاکم شن و یک تعداد دیگه هم پایکوبی کنن و رقص و سما و رضالت و فحشا و بیبندوباری به کشور گسترش دن. و اینا همه نقشه ها و پروژه های کاملا معین شده است که در پهلوی این انتحاری ها فرستاده میشن، یعنی از یک طرف افرادی را به نام داعش و طالب مسلح میکنن، امکانات میدهن با موتورهای مجهز و با امکانات بسیار وسیع به مسجدها و سرکها و خیابانها و محل تجمع مردم بیچاره میفرستن، مردم را به خاک خون میکشن، هر روز تراژدی در وطن ماست. ولی در پهلو ازی به جای ازی که بنشینن یک راه صحیح برای حل فصل و برای پایان این خونریزی ها بسنجن، باز تعداد را به عربده کشیدن و به رقاصه گیری کردن و به کنسرت برگزار کردن تشویق میکنن و این را تبلیغات و دهول تلویزیون ها و خبرگزاری ها قرار میدن تا اینها را پخش کنن و بزرگترین کنسرت و بزرگترین محفل رقص و دانس را به نام روز استقلال یا به نام روز پاسداری از خون شهید اینها برگزار کنن، در حالی که اینها همه نتیجه همین عزایم پلیدی است که متاسفانه در پشت پرده کشور ما را هنوز هم به خاک خون میکشانند و ما اینا را هم در واقع دو دهنه یک قیچی میدانیم، دو دهنه یک انبر میدانیم که گوشت مردم ما را میکنند با این انبر و قیچی است که شاهرگ زندگی مردم ما را قطع میکنند، چون آن کسی که با انتحاری و با کشتار و با جنایت طفل معصوم ما را میکشه و مردم ما را به خاک خون میکشانه، در حتی در روزهای مقدس مثل رمضان، در روزهای مقدس مثل دهی ذی‌حجه، مثل روز عید، روز عید قربان، عید فطر و اکثر انتحاری ها در همین روزهای مقدس و روزهای عبادت و روزهای نزدیکی به خداوند است، ولی افراد بیدین و افراد دور از خدا و پیغمبر هستند که اینها این جنایت ها را برگزار میکنند. به این شکل طرف دیگر این شمشیر یا طرف دیگر این قیچی این رقاصه ها و این کسایی است که متاسفانه کنسرت های با مصارف و گزاف و جوانای ما را میکشانند بدون از اینکه اینها را به جای از اینکه به تعلیم بیاورند، به جای از اینکه اینها را ببرند به طرف انجام یک کار صحیح و دفاع از وطن و از کشور، اینها را میبرن به طرف رقاصه‌گری و دوری از عقاید و اخلاقیات و حتی دور کردن از او اهداف و آرزوهایی که مردم مسلمان یا پدران همی جوانان ما در این را شهید دادن، کشته شدن. اکثر همی کسایی که امروز جوانان ما در این محفل های دنس و رقص میرون، پدرهایشان شهدا بودند، پدرهایشان مجاهدین بودند، پدرانشان کسانی بودند که از این کشور دفاع کردند، چه در گذشته های تاریخی دوران انگلیس ها، چه در دوران روس ها و چه در دوران امروز. به نوعی همه از اینا خانواده های داغداری هستند، مردم واقعا با عزت و با شرفی هستند که متاسفانه اینها را به لجن میکشانند، اینها را به طرف فحشا و بیبندباری و بی تفاوتی و عربده کشیدن و پخش شراب و قمار و
رقاصگری و ستاره افغان و اینها میکشن و این ملت واقعا مظلوم است و این ملت بر این ملت جفا صورت میگیره که اینها را به جای از اینکه عزت اینها را نگاه دارن، به جای از اینکه اهمیت خون اینها را پاس بدارن، به جای از اینکه اینها را در جهان به عنوان یک مردم با شرف و با عزت معرفی کنن، اینها را مردم پست و ذلیل و رقاصه معرفی میکنن و این خودش واقعا میرسانه که ما ملت چقدر هنوز هم دستهای از حلقوم این مردم گرفته است و بنای هر کدام به طرف خود میکشاند، چی همسایه‌های نامردی که حتی مخالف بندهای آبی کشور ما هستند، حتی مخالف با سازی ها و پلت ها و کارخانه های کشور ما هستند و برای انفجاران دست پا میزنند، و چی آنانی که بنای گویا دلسوزی میکنند و به کشور یک مقدار پولی میفرستند ولی در پلو از اون مردم را به راه لجن و بیبندباری و به کارهای ناشایست تشویق میکنند. و امروز شما میبینید که در یک کشوری که 1.5 میلیون شهید داده، 1.5 میلیون خون داده و کشوری که در مقابل انگلیس 3 جنگ بزرگ را افتخارانه برده است و قهرمانان زیادی در جنگ انگلیس ما داشتیم در گذشته ها و در جنگ در مقابل شوروی هم قهرمانان بسیار بزرگی داریم که اینها خون خود تقدیم کردند، اما ما واقعا انتظاری را نداریم که مردم ما را اینقدر به اصطلاح اینها بی عزت بسازند و به جای پاسداری از خونشان و به جایی که نتیجه و ثمره خون خود اینها یک حکومت آرام و آسایش و یک عزت و سربلندی، تعلیم، پوهنتون، تربیه و این که ما متخصص به دست بیاوریم، این که ما انجینر داشته باشیم، این که ما دکتر داشته باشیم، این که متوجه اولادای ما برای تعلیم و تربیه و آموزش و اخلاق شوند، اینها را به بداخلاقی میکشانند و این خودش یک پروژه بعدی است که متاسفانه دستهای بسیار خطرناکی و با نقش گروپ های ماویست و گروپ های هنوز هم خلق و پرچم در چوکات دولت و همچنین یک تعداد از مجاهد نماهایی که کشور را به قیمت بسیار ارزان فروختند، مردم را به قیمت ارزان فروختند با چند قرانی که از این طرف و این طرف به حلقشان داده شد و چند سندی که بر علیه اینا دارند که اینها صدای خود کشیده نمیتوانند، واقعا اینها را در یک زندان انداختن و اینها را چهره اینها را مخص کردن و چهره اینها را واقعا تغییر دادن و اینها را به جهان معرفی کردن که اینها نمونه ای از رهبران جهادی افغانستان بود، اینها نمونه ای از قماندانهای جهادی که خون داده بودند، فرزندشان، برادرشان، کاکایشان، پدرشان کشته شده. امروز ببینیم در کوچه ها و پس کوچه های دبی چه کار میکنن. اینها در غرب که میاین دنبال یعنی جاهای بد میگردن و این را میخوان معرفی کنن که نتیجه جهاد مردم افغانستان انمی است که امروز شما در افغانستان میبینید و اگر کدام کشور دیگه هم میخواهد که بیرا بره و نروه به خاطر که ایرا متاسفانه آخر سمی بیبندباری و فساد و انتحاری و کشتار و در نتیجه در خانواده ها یک زن خود میسوزانه، یک پسر خود حلقاویز میکنه، یک مرد فامیل خود قتل عام میکنه. اینها نتیجه همین کارهایی است که شما اعتقاد دارید و اعتقادات شما این گونه مسائل را به باد میاره. این را بعد برادرها و خواهرها ما بدانند که اینها خیلی دستهای خطرناک و مرموزی است که کشور ما را به این لجن و به حالت کشانده، چی آنانی که ثمره جهاد را فدا کردند و متاسفانه کشور را در جهت خلاف جهاد حرکت دادند و چی آنانی که امروز بر خون شهدای ما، بر خون آنانی که دیروز و امروز در این مسیر و در آن مکان مقدس و در این روز مقدس مثل برگ میریزن و پاش پاش میشوند و طفلشان و پدرشان و مادرشان کشته میشه و بر روی نشهای مقدس اینها پایکوبی میکنن و رقص و سماع پا میاندازن. هر دو اینها به نوعی در جهت خلاف منافع مردم افغانستان است، در جهت خلاف عقاید مردم افغانستان است، در جهت خلاف تمام اون مقدسات است که ما به ایمان داریم و خاصتا در روزهای مبارکی که امروز به نام روزهای ده روز ذیحجه میشناسیم
یا روزهای مبارک عید قربان میشناسیم، روز عرفه میشناسیم، یا روز رمضان و روز عید میشناسیم. اینها برخلاف امی تقدسی است که ما به او باور داشتیم و مردم مسلمان افغانستان سالها و قرنهاست که خون میدهند و هنوز هم از این مصیبت راهی پیدا نکردند، چون متاسفانه دیگران هستند که سرنوشت این کشور را رقم میزنند و دیگران هستند که در اون طرح و نقشه های خود از بالا انجام میدن. و همان گونه که میگویند که کمیته 300 دنیا را رهبری میکنه، مثل از کمیته های 300 است که افغانستان را رهبری میکنه و میخوان کیا را به قدرت برسانند، کیا را ببرند، کیا را بیاورند، کیا را بدنام بسازند، کیا را بی سرنوشت بسازند. و اینها متاسفانه همه آن چیزی است که بعد نسل بعدی فیلی ما و نسل بعدی ما بعد از این پند بگیرن و بشناسن. در روزهای مقدس 10 روز از حجه قرار داریم و انشالله پیشا پیش روز عرفه را که روز بسیار مبارک است، روز بزرگ است و بهترین روزهای سال روز عرفه است که روز پنجشنبه مصادف 9 ذی الحجه است که روز عرفه است که به همه شما تبریک میگیم، و همچنین روز 10 ذی الحجه که روز عید قربان است. کسانی که در این کشور هستن انشالله در نمازهای عید در مساجد جمع میشن و الحمدلله اکثر مساجد 1 یا 2 یا 3 بار حتی نمازهای عید خوانده میشه، که در مرکز اسلامی ابراهیم خیلی الله هم ما یکی ساعت 7:30 نماز داریم و یکی دیگه هم ساعت 9 صبح، در 2 مرحله نماز عید خوانده میشه. کسایی که میتوانند قبل از اینکه به کار برن، حتی اگر به کار هم میروند، میتوانند همان روز رخصت بگیرن و برای 1 ساعت 2 ساعت بیاین فامیل خود، خانواده های خود در مراسم های عید شرکت کنند. و از خیر برکت تجمع مسلمانان اینها لذت ببرن و لباس های نو و کالای نو و با فرزندان خود، با خانواده های خود خوشی عید را و لذت عید را احساس کنند. و این یکی از مسائلی است که بر همه ما و شما واجب است. از جمله این که کسایی که در عید قربان از لحاظ شرعی برایشان نصاب زکات است، یعنی کسی که بیش از 84 گرم طلا در خانه خود داره یا ای که پول نقد داره معادل از او که 3,500 دلار میشه به نرخ امروزی، یا کسی که در طول سال معادل یا بیشتر از 3,500 دلار در سوینگ خود داره، در بانک خود داره، در خانه خود داره، او باید زکات بده 2.5% از اوره. همه افراد هم باید قربانی و گوسفند و یا گاوی را اگر میتوانند قربانی کنند. البته برای گاو 3 نفر تا 7 نفر میتونند شریک شوند و برای گوسفند هم هر نفر یک گوسفند، یا چی زن باشه، چی مرد باشه، چی جوان باشه، خاصتا جوانای عزیزی که به کشور 4-5-6 هزار دلار ماهانه معاش دارند، برای اینها هم قربانی واجب است. و تشویق باید بکنین که جوانای ما قربانی بدهند و گوشت قربانی خود خصوصا به وطن عزیز خود بفرستند. کسایی که میتوانند به مهاجرین در داخل افغانستان بفرستند، به مهاجرین در داخل پاکستان، به ایران، به کشورهای دردیده و رنجیده مثل سوریه بفرستند، به عراق بفرستند، به فلسطین بفرستند، به کشمیر بفرستند، هر جایی که فکر میکنند که نیاز است که مهاجرین بعد در اونجی یک مقدار گوشتی در ماه رمضان، در ماه عید برشان موثر بشه، در روز عید امی قربانی رو در اونجا بکنن، شاید افضل و بهتر باشه. و اگر کسای در داخل امریکا و اروپا هم این کارا میکنن، قربانیشان انجام میشه، مشکلی نیست، میتونن در این کشور به خاطر اینکه خانواده ها یا عزیزایی که میشناسن قربانی انجام بدن، چی مرد چی زن، و این قربانی بر همه واجب میباشن. بنابراین این یکی از روزها و یکی از زمانی است که از این بعد ما در روزها در پیشگاه پروردگار بالاترین مقام را داره. به می خاطر ما در همین مسئله را بازم تاکید میکنیم که 10 روز ذی الحجه، که در 10 روز حجه یکی از روزها روز عرفه است که بهترین روز سال روز عرفه است، و این در حدیث پیغمبر صلی الله علیه و آله است و روز عرفه بسیار روز مبارکتی است که اگر انسان در این روزها کار رو نیک انجام بده. و یکی از روزهای دیگه که شامل همین 10 روز ذی الحجه میشه، روز نحر است، روز قربانی است، روزی است که حجاج کرام میرن و بعضی که از احرام میبرن، اینا میرن ببخشید بعضی که از رجم یا شیطان در اینا سنگ میزنن و بعد از اینکه از عرفات و مزدلفه بر میگردن، میرن قربانیشان صورت میگیره، بعض قربانی صورت گرفت، اینا از احرام میبرن. این هم یکی از چیزیست که باز میرن تواف میکنن، یعنی روز نهر هم در همین روز دهم ده ذی الحجه قرار گرفته. و
ما باید این روزها را استقبال کنیم و از این روزها استفاده صحیح بکنیم و پروردگار به این روزهای مبارک، به این روزهای بزرگ قسم خورده و الفجر و لیال عشر، قسم به فجر و قسم به شبهای دگانه، به روزهای دگانه. در جای دیگه قرآن کریم میفرما و یذکر اسم الله فی ایام معلومات، خداوند را در روزهای معلوم کمی ده روزه. اکثر مفسرین محدثین ابن مسعود و ابن عباس و بزرگان صحابه به همی اتفاق نظر دارن و جمهور علما به نظر دارن که مراد از یعنی ده روز از این حج است که قرآن کریم در این یاد کرده است. و رسول خدا صلی الله علیه وسلم در حدیثی است که می فرمایند که از حضرت جابر است که فضل ایام الدنیا ایام العشر، بالاترین و بهترین روزهای دنیا روزهای دگانه است، که یعنی ده روز از این حج. و پرسان شده ولا مثلهن فی سبیل الله، یعنی آیا مثل از اینا روزی در راه خدا مثلا کسی جهاد میکنه؟ پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند که ولا مثلهن فی سبیل الله، یعنی اینکه حتی جهاد در روز در پیشگاه پروردگار از این روزها برتری نداره، یعنی چقدر به اصطلاح روزها مقامش بالاست. و در حدیث دیگر هم میفرمایند که اعظم الایام عند الله یوم النحر ثم یوم القر، بهترین روزها روزهایی که در پیشگاه پروردگار روزهای نهر است و روزهایی است که انسان در قربانی میکنه و در همه ده ذی‌حجه روزهای قربانی قرار داره. و حدیث دیگه هم هست که ما من ایام العمل الصالح فی احب الى الله من هذه الايام، هیچ روزی در پیشگاه پروردگار اینقدر بالا و مقام و عظمت نداره مثل که روزهای ده ذی‌حجه داره، دهه اول ذی‌حجه داره. و سوال شد که ای رسول خدا صلی الله علیه و آله، حتی جهاد در راه خدا فرمودن، حتی در جهاد در راه خدا به اندازه‌ی روزها فضیلت نمی داشته باشه؟ یعنی ببینیم بسیار یک روزهای بسیار مبارک است. و به می خاطر هم است که در این روزها میفهمیم که همین ده روز ذی‌حجه فضیلتشان به است که در این روزها مناسک حج و عمره است، تمام حجاج در همه روزها هستند که تقریبا به طرف حج میرن و حج شروع میشه، یعنی از شش ذی‌حجه روز اول حج که میرن به طرف منا میرن و بعد از منا با سبایش میرن به عرفات و مزدلفه، روز مستکن باز میرن طرف عرفات و مزدلفه. همی ایام حج در واقع همی ایام ده ذی‌حجه است میباشن و عمره هم در همین روزها انجام میشه اکثرشان، که رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمودن که العمره الى العمره کفاره لما بینهما، عمره تو از یک عمره تا عمره دیگر کفاره است که برای انسان گناهان کرده. و حج المبرور ليس له جزاء الا الجنه، حج قبول شده جزاء از فقط بهشت است، یعنی کسی که حجش خدا قبول کنه بهشت بزرگترین پاداشش که برای یک حاجی، برای کسی که حجش قبول شده باشه داده میشه. و این حج و عمره هم در همین ده روز اول ذی‌حجه است، در همین روزهای ذی‌حجه است که حج و عمره انجام میشه. و همچنین روزه گرفتن در این روزها، پیامبر صلی الله علیه و آله 24 روزه را در همین روزها میگرفتن. و در حدیثی است که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودن کل عمل ابن آدم له الا الصوم فانه لی و انا اجزی به، تمام عمل بنی آدم برای خودش است غیر از روزه، و روزه از ماست و من او را پاداش میدم، یعنی هدفی است که این مقام است که پروردگار برای شخص روزه دار داده و افرادی که در این روزه روزه میگیرن مقام بالا و مقام بسیار بزرگی دارن.